حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز پزشکی مرتبط با حزب الله، یک گروه مسلمان سنی لبنان، بامداد روز چهارشنبه 7 نفر را کشت و باعث حمله راکتی از لبنان شد که توسط آن یک نفر در شمال اسرائیل کشته شد. حمله هوایی اسرائیل که هدف آن روستای هباریه بود، پس از یک روز حملات هوایی و حملات موشکی بین ارتش اسرائیل و گروه حزب الله لبنان در امتداد مرز لبنان و اسرائیل صورت گرفت. این حمله البته نگرانی ها را در مورد تشدید تنش جدید در امتداد مرز لبنان و اسرائیل که از مدت 5 ماه به این سو فعال است افزایش داد. با گفته انجمن رانندگان آمبولانس لبنان، حمله هوایی که بعد از نیمه شب سه‌شنبه انجام شد و دفتر سپاه اسلامی اورژانس و نجات آسیب رسوند. این حمله یکی از مرگبارترین حملات از زمان وقوع خشونت در امتداد مرز لبنان و اسرائیل بیش از 5 سال پیش بود. آقای محمد اکرام اندیشمند، جنگ بین اسرائیل و حزب الله یک طرف ماجراست و جنگ بین اسرائیل و حماس سمت دیگر در غزه یک طرف دیگه ماجرا. میشه یک شرح کوتاه بتین اول در کل که چرا باز جنگ در گرفت؟ البته با در نظر داشتی که همه میگن که تقصیر مردم غزه بود، تقصیر حماس بود که به اسرائیل حمله کرد، ولی از طرف دیگه میگن که غزه مثل یک زندان میمونه، زندان سرباز که در طور زندان هر کسی گیر بیایه غیر از حمله کردن فکر میکنم چاره دیگه نمیتونه داشته باشه. در این مورد شرح شما رو میخواستم اگر لطف کنین بشنویم. خب بله، جنگ حماس در هفته اکتبر 2023 در واقع تشدید کرد. این معنایش این نیست که این جنگ تازه شروع شده باشه. این جنگ 76 سال است ادامه داره و این در این 76 سال فلسطین، سرزمین فلسطین اشغال شده و فلسطینی ها از سرزمینشان کوچ داده شدن، رانده شدن، آواره شدن. و شما غزه را اگر در نظر بگیرید، غزه یک باریکی است که حیثیتی یک زندان نداره که در واقع 2.5 میلیون مردم فلسطین در اونجا در زندان قرار داشت. وضعیت طوری در اونجا آمد که فلسطینی ها دست به در واقع دست به یک خودکشی و یک انتحار زدن. بله، اما متاسفانه اسرائیل واکنشی که اسرائیل نشان داد یک واکنش کاملا نامتعادل بود. 1200 نفر اسرائیلی ها در او هفته اکتبر کشته شدند، اما تا حالا اسرائیل بیشتر از 32,000 فلسطینی است که در غزه میکشند. بخش دومی صحبت اگر لطف کنین در مورد خاصتاً این نبرد جدید بین حزب الله و اسرائیل است که آغاز شده و در ضمن در اخبار میشنویم که آغاز هم نشده. به گفته شما این نبرد هم به گمانم تشدید یافته، چون در گذشته هم بعض درگیری های در این منطقه میشد در شمال اسرائیل بین حزب الله و ارتش اسرائیل. آیا این حملات میتونه معنی ایره داشته باشه که ما یک مرحله دیگه جنگ شاید در پیش داشته باشیم؟ اگر در مجموع ایره در خاورمیانه در رابطه با اسرائیل، همه نیروهایی که با اسرائیل در حالت جنگ و مخاصمت هستن، ایره در بحث کل در نظر بگیریم که ایره جمهوری اسلامی ایران ایره محور مقاومت میدانه، و وقتی که جنگ در غزه بین حماس و اسرائیل آغاز شد، طبیعی بود که حزب الله لبنان به عنوان بخشی از محور مقاومت مخالف اسرائیل به گونه پایش به جنگ کشانده شود. اما سیاست حزب الله و به خصوص سیاست جمهوری اسلامی ایران از آغاز این بود که حزب الله در یک جنگ تمام عیار با اسرائیل کشانده نشود و به گونه ای برخوردها بین حزب الله و اسرائیل مدیریت شود که
هم اسرائیل تحت فشار قرار داشته باشه تا اینکه از نظر سیاسی یک نوع تبلیغاتی علیه این محور مقاومت علیه جمهوری اسلامی ایران صورت نگیره که اینا فلسطینی ها را و خصوصا حماس و جهاد اسلامی را که جمهوری اسلامی ایران از تو حمایت میکنه او را تنها گذاشتن. و از سوی دیگر حزب الله درگیر یک جنگ تمام عیار با اسرائیل نشوه که در این صورت پای ایران در این جنگ کشانده میشه و وقتی پای ایران کشانده شوه طبیعی است که پای امریکا در این جنگ کشانده میشه و یک جنگ بسیار گسترده در خاور میانه صورت میگیره که به هیچ صورت جمهوری اسلامی ایران ای را به نفع خود ارزیابی نمی کرد. از این خاطر برخوردها با حزب الله در یک سطح بسیار کنترل شده و مدیریت شده تا اکنون ادامه یافته و ما به این عقیده هستم که هنوز هم ادامه پیدا میکنه. اما این حزب الله میدانه و هم جمهوری اسلامی ایران میدانه که اگر اسرائیل کار با حماس در غزه یک طرفه کنه، بعد از موضوع حماس و غزه نوبت حزب الله میرسه. خب حزب الله باید بر او روز آمادگی داشته باشه و ایران هم این میدانه که چگونه خود آماده برای کار بسازد، که این یک مرحله بعدی است و ما فکر میکنیم که جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهد کرد که از اون مرحله یک رای گذر و رای عبور داشته باشه که در جنگ با امریکا و غرب قرار نگیره. لطف کردین، بسیار تشکر آقای محمد اکرام اندیشمند، مفسر مسائل سیاسی و نویسنده، بسیار تشکر از توضیحاتی که دادین و ای بحث اسرائیل و فلسطین با گمانم در آینده هم ادامه خواهد داشت. سلامت باشین. یقینا.